زندگی سفری است در امتداد رفتن، که اگر بال پرواز بگیری پای ارادت گشوده می شود، اوج می گیری، بالا می روی، انگار هیچ نیروی نمی تواند تو را پایین بکشد. از زمین دور می شدی، دل کنده ای به آسمان. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. چون اویس از خیش فانی گشته بود، این زمینی آسمانی گشته بود. لقد فضلنا بعضهم على بعض، بعضی از انسانها رو بر بعضی ما برتری دادیم. می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. صبح دیگه دیدم که ایشون نمیتونه وضو بگیره، با تیمم کرد و نتونست وضو بگیره. امروز صبح بله نمازم بلند نتونست باشه بکنه. من تعجب کردم، ایشون مشکلی بیدارم که وقتی نمیخور. یه لیوان آب براش گذاشته بودیم از ده دیر روز شنبه تا همین صبح، هنوز خدا شاید یه بند استقامش مونده بود نخورد، یه بند انگوشش مونده بود نخورد. دم حاج آقا خب نخوردید اینطور اینطوری که با خودتون اومدیم، یه مداری چیز برش درست کردن، آبجوش نبات و این چیزا گذاشتم قلبش، اونم آزده خیلی اصرار کردن یه بند انگشتی ملک. نماز صبح رو خوندن، یک دو تا نماز دیگه هم خوندن، بعد دراز میکشتن، بیحال میشدن، دراز میکشتن. بعد هی به فاصله چند لحظه به بعد هی میگودن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاید السلام علیکم داره اعاده میکنه چند باره، ولی چی حافظه ایشون اینجور نبود. گفتم بیزید بیان یه سرومی بزنه، هیچی نخورده، شاید طاقت نداره. این کارو کرده بودیم چند وقت پیشم، سرومی زدن و یه خورده دارو اینا دادن، قرصا رو نمیخورده شد. اینو دادیم که حالش مثلا نیم ساعت دیگه بهتر بشه. بازم نگاه کردم حالت بهتر نشد. گفتم به اون آقای چیز که آقای اون دکتر رو بگید بیاد سری. دکترم که دید رفت، گذاشتم ایشونو پایین و آماده کردیم، وسایل جمع کردم، لباس درست کردم، عکس ها و نوارهای قبلی 20 سال پیش آوردم که اینا مشکلی نداشت ایشون. گذاشتم جمع کردم که ایشون رو ببریم برای تهران. بعد آمدیم که چیز کنیم، حرکت کنیم. بعد دیدم شو خوابیده، دیدم دیشب نخوابیده، خب الان خواب خوبه بس بخوابه. ولی با این حال گفتم که بریم زودتر. رفتم صداشون کنم، دیدم که دیگه جواب نمیده. انسان اگر آزاد بشه از این قفس، به تعبیر عرفا از این چارچوبه بدن محصور و محدود، تازه حیات حقیقی خودش آغاز میکنه. ما در تعریف انسان از لسان بزرگان این رو داریم که
انسان موجودی ازلی است. حدوثش در این عالم به جسمه، اما حقیقتش ازلی است. ما نمیتونیم بگیم انسان از کی بود و خواهد بود. چرا؟ برای این ساحت وجودی انسان از حضرت حق. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. من روحی. این نشون میده که حقیقت روح ما از عالم بالاست. بنابراین مردان الهی وجودشون افقی به پهنای عالم ملک و ملکوت دارد. لا مکانی که در آن روح خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ بنابراین ازلیتشون میشه این ابدیت، ابدیتشون میشه این ازلیت. لذا مرگ و حیات برای مردان الهی معنایی نداره. تازه اینها چون به حقیقت معرفت احیا می شوند، برای همیشه باقی هستند، زنده هستند. نه، خوابیدن ما مرگه، خیلی مهم نیست. با خدا باشید همه چی درسته براتون. یکی می گفت من خیلی خائفم از وفات. تا دیگه نزدیک وفاتش که رسید، نزدیک وفاتش که رسید، این بیچاره بعد از اینکه خواستم بود بعضی برن پیشش نرفته، خیلی ناراحت شده بود، اظهار ناراحتی کرده بود. بعد یک دفعه گفتن بیه که خودش در همون حال اعتزال، دیگر از مرگ نمیترسن، دیگر نمیترسن. چی شده بود؟ یه آب داشت، یک مرغابی هم خیلی زیبا در وسط این آب بود و پر میزد. چه پر زدنی؟ اینا را که دید خیلی خیلی خوشحال شد. گفت دیگه نمیترسم از مرگ، دیگه نمیترسم. بالاخره خدا کاری کرد که این یقدری حاضر بشه برای این مطلب. لیرغب المؤمن فی لقاء ربه. مثل اینکه بعد اینجوری مرحوم آقای عراقی فوت کرده بود، روز دومش مراجع اعلام کردن از طرف مراجع، گفتن شما رو ببریم. بعد وقتی میخواستم برم من صدا کرد، گفت که شما الان میخوایی بری، از طرف خودت نمیخوایی بری، از طرف من میخوایی بری دیگه. تو اگه از طرف خودت میخوایی بری، من با مستویات تو کاری ندارم. میخوایی عالم باش، مرجع باش، عالم العلماء باش، مرجع المراجع هم باش، من با مستویات تو کاری ندارم، هر کاری میخوایی بکن. ولی اگه از طرف من میری، بابات یک طلب است. تو جایی رو برو بشین که هیچ کس مایل نیست بنشینه. چیزی که خیلی دلبری میکنه واقعا در محضر این عارف همینه، اخلاصشه. تیکه کلامیشون اصلا این بود، بعد هم همینه فرمودن. ذخیره کردن علم مهم نیست، آنچه که مهمه عمله، اونم عملی که توأم با اخلاص باشه، اونم اخلاصی که برسه به جایی که انسان از خودش هم خلاص بشه. مثلا مرجعیت برایشون پیش اومد، به اندازه سر ناخن عوض نشد. هرچه در این راه
نشانت دهن، گر نستانی به هزانت دهن. تو دهه های قبل عده‌ای فکر میکردن که بله، رفتن در وادی عرفان مستلزم یک ریاضات خاص و یک اذکار خاص و یا به قولی همون چله نشینی و کنارگیری از مردم و این هاست، ولی ثابت شد که نه، عرفان واقعی اینه که آدم در متن جامعه، در بین مردم، با رعایت تقوا، با رعایت حدود الهی، اون سیر و سلوک رو داشته باشه و این از نظر اهل بیت علیهم السلام مطلوبه و ممدوحه. عارف پس سعیش اینه به توحید راه پیدا کنه و اونجا راه پیدا کرده. اصلا در صدد نشان دادن کرامت نیست، ولی مردم بیشتر دنبال اینن ببینن که این چه کار غیر عادیه داره انجام میده. اتفاقا عارفی که به بالا رفته توجه با خرابات نشینان ز کرامات ملاف. اون خراب آباد شده، خودش خراب کرده، به توحید آباد شده، خراباتیه. یعنی چی؟ دیگه با کرامت سر و کار نداره. اگر کرامتی بزرگان ما گفتن از اهل توحید صادر میشه، از باب تفرسه، یعنی به کرامات خودشون توجه ندارن. یه آقای به من میگفت من الان 7 ساله هفته یه بار باید برم قم آیت الله بهشت رو ببینم. گفتم چرا؟ گفت من نماز نمیخوندم، نسبت به دین و معاد و قیامت هم تردید داشتم. یه روز رفتم توسط تنت از دوستان یه مسجد کوچکی نماز میخوند، اون چیز مخصوصیشو میگفت. از یه زاویه فقط نگاش میکردم چون نماز نمیخوندم، اما این عشق روانشو دیدم، سوز دلشو دیدم، اون حالت عرفانیشو در نماز دیدم، اصلا ناگهان منقلب شدم. از اون تاریخ شروع کردم به نماز خوندن. خب این یعنی عرفان، که ما با رفتارمون، با نگاهمون، با نمازمون، با نیازمون خدا رو به مردم نشون بدیم. الله اکبر، الله اکبر، اهل نظر و علما قائل به این بودند که شرکت در نماز ایشون برای سیر و سلوک کافی بود، برای اینکه نماز ایشون قماش عالم کثرت نبود، نماز ایشون آینه جمال خدا بود. ایشون هیچ وقت نمازش هم ندید، نماز ایشون خدا نما بود و فطرت ها دنبال خدا. اولین گزاره ای که مملوک در پیشگاه مالک دارد اظهار نداری است و اظهار عبودیت است. میگه ایاک نعبد. کل سعیش این بود که من از خودش ظهور نکنه. آقای بهجت در عبودیت نسخه واحده بود، همه چیزش فقر بود و از اون ناحیه اداره میشد.
آیه نمی کنم. بچه‌ها بیا جلو. بیا جلو. کنار آقای آلوتا. احوال شما رو همین من پرسیدم. گفتم خدمتشون رسیدم خیابون. ما هم به همه تسلیت میگیم. پدر همه بود. واقعا هر کسی به ما میرسید به ما میگفت که خبر نداری. ایشون اینقدر سراغ این بچه مریض من یه دفعه مریض شده بود میگرفت که تو اصلا نمیدونم آقا با کی نبوده اینطور. یکی از رفقای ما اومد در خونه ما، خانومش موقع زایمانش بود، دکترها گفتن که بچه فوت کرده توی شکم، علائم پزشکی اینو میگه. یه خطری هم برای مادره هست. این دیدم که با یک حالت خیلی ناراحتی اومد در خونه ما، گفتش که آقای الهی مشکل اینجوری پیش اومده چیکار کنم. گفتم شما برو پیش خانومت کار نداشته باش، من برم پیش آقای بهجت. ما فوری سوار موتورمون شدیم رفتیم حرم. حاج آقا هنوز تو حرم بود. گفتم حاج آقا یه همچین موضوعیه. وایستادم حاج آقا مشغول دعا شد برای این فرد. حدود ساعت 10 بود 11 بود همین رفیق ما اومد در خونه ما با شادابی و خنده که آقا هم بچه سالمه هم مادرش. یه جعبه شیرنی هم آورد. من فردا صبح همون جایی که باز حاج آقا میشست رفتم شیرنی رو بردم. گفتم حاج آقا اون مورد دیروزیه که اومدم عرض کردم اینطوری بود. حاج آقا فرمود که من هم دلم میخواست که هم بچه سالم باشه هم مادره. آیت الله العظما بهجت عالمی وارسته بود که علم و عرفان را تو امان داشت. رها برد سفری 16 ساله به کربلا و نجف و در استفاده از بزرگانی نام‌آور چون شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، میرزای نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی و سید علی قاضی، مردان بزرگی که شاگردی هر یک از آنها به تنهایی برای یک عمر افتخار کافی بود.
رحمت الله و برکاته. مگذار و مگذار.
غیر از جرم عاشق بودن ای دوست، بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر. چه مؤمن باشد چه کافر باشد، این روایت دارد، خیلی مناسب با اعتبارم هست. هر که وفات میکند چه مؤمن باشد چه کافر باشد، میگه ای کاش جلوتر آمده بودم، ای کاش جلوتر آمده بودم. مؤمن مقاماتش رو میبینه اینجا خواهد اگاه کن خوب این زدادهای بهشت رو ببینه، اینجاست دا همین دیدنش که همون ایره دیگه از خال میبره، از خوشحالی.